نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق بشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. سلام، به برنامه نوروزی آریا تیوی خوش آمدین. بهار با درود و سپاس به همه هم‌میهنان و بینندگان عزیز و با شادباش سال نو نوروز، این یادگار باستانی فرهنگی همه ما ایرانیان هر جای دنیا که هستیم. از طریق آریا تیوی سعی داریم که در برنامه نوروزی این امسال از صاحبان مشاغل و فعالین فرهنگی و هنری شهر در حدی که در بضاعت وقتیمون هست ازشون استفاده کنیم. اولین مهمون برنامه امروز ما جناب استاد آقای حسین بهروزی نیا هستند که امروز افتخار اینو داریم که در خدمت ایشون باشیم. مسلما همه شما با ایشون آشنا هستین، ولی
لطف کردن اومدن امروز اینجا که ما رو بیشتر با کارهای خودشون آشنا بکنن. همطور که میدونین آقای بهروزی نیا مدیر و مؤسس مرکز هنری نوا هستن. خیلی خوش اومدین آقای بهروزی نیا. عیدو به شما تبریک میگم و بدون مقدمه میریم سراغ این که از خودتون به ما بگین و در مورد مؤسسه و فعالیتایی که دارید شما. بله، من اجازه میخوام که قبل از معرفی خودم تبریک بگم برای رسیدن بهار و نوروز رو به شما و همه افرادی که این روز رو جشن میگیرن در هر کجای دنیا که هستن. و من حسین بهروزی‌نیا هستم، 18 ساله که در ونکوور زندگی میکنم. از 9 سالگی کار موسیقیمو شروع کردم و فکر میکنم تقریبا 40 ساله که به صورت حرفه‌ای دارم کار موسیقی رو ادامه میدم. با هنرمندان خوب کشورمون همکاری داشتم و کماکان این همکاری ادامه داره. 5 سالی است که به صورت فعال مرکز هنری نوا رو تأسیس کردیم و خدا رو شکر جا افتاده این مرکز بین هموطنان، حتی بین غیر ایرانی ها شناخته شده این مرکز. در ارتباط با موسیقی ایرانی فعالیت داریم بیشتر و خوشنویسی، نقاشی از دوستان هنرمند استفاده میشه در این مرحله. از کارهای اخیرتون، توری که داشتی، توری که خواهید داشت، میخواستم اگر یه اشاره کنید برای بینندگان که تا حدودی در جریان باشه. بله، تور اخیر من که با استاد علیزاده بود که به تازگی تموم شد، توری بود که در کانادا و امریکا بود و به اروپا رفتیم و در آینده هم برنامه با ایشون خواهیم داشت به زودی. ولی کار جدیدی که ارائه خواهیم داد با آقای فرجپوری که از همکاران ما که در این شهر زندگی میکنن هستش و خوانندگی این کار رو سپید رئیس سادات به عهده داره که در اکتبر سال آینده این تور شروع خواهد شد. ما کلن یه خانواده هنرمند رو اینجا داریم. کنار ایشون آقای حمید بهروزی نیا هستن، مهمان شهر ونکوور ما هستن. خوش اومدین، عید شما مبارک باشه. اگر لطف بکنید شما هم یه مقداری در مورد خودتون به ما بگین ممنون میشه. خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم که همه سال خوبی داشته باشن. من حقیقتش تورنتو کنسرت داشتم با گروهی به اسم جانا که به تازگی تشکیل شده و من به عنوان آهنگساز و نوازنده تار این گروه هستم، که یه فستیوالی بود که اونجا زیر نظر فستیوال تیرگان برگزار شد به اسم نوروزگان امسال، که یه کنسرتی ما داشتیم هفته پیش و دیگه من دیدم تا تورنتو اومدم گفتم این تعطیلات و خدمت عمو اینا هم بیام و سعادت ما بود که شما رو هم داشته باشید. بله من یه توضیح بدم خدمتتون که حمید پسر برادر من خیلی کوچیک بود، تار رو با من شروع کرد از چند سالگی؟ 8 سالگی. یه سال زودتر شما شروع کرد. بله، و ایشون خیلی زود واقعا با استعدادی که داشت پیشرفت کرد و در جشنواره موسیقی که در ایران انجام میشد یک بار مقام دوم رو کسب کرد و یک دفعه مقام اول جوانان رو در ایران کسب کرد و بعد از اون هم که به طور مرتب کنسرت و آهنگسازی داشت. Thank you.
در خدمت یک مهمون عزیز دیگه هستیم امروز، سرکار خانم آذر امین مقدم. خیلی به برنامه ما خوش آمدین. ضمن تبریک عید به شما میخوام که خدمتون بگم ایشون مدرس زبان فارسی هستن و یک روش نوینی رو دارن که در مدت خیلی کوتاهی فرزندان ما میتونن که زبان فارسی رو یاد بگیرن. خوش آمدین، اول عیدتون مبارک باشه و بدون هیچ مقدمه خواهش میکنم که در مورد خودتون و این برنامه‌ای که دارین برای ما و بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. بله حتما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هوشمند و تمام دستن در کار این برنامه و ضمن تبریک سال نو خدمت شما. همونجور که گفتید، من آذر امین مقدم هستم، مدرس زبان فارسی. شیوه جدیدی که حالا شما بهش اشاره کردید، همون TPR بهش میگن، Total Physical Response هستش، در واقع شیوه زبان مادریه. من میتونم خدمتتون عرض بکنم که با سابقه 1.5 ساله تدریسی که توی ونکوور دارم، توی این زمینه تونستم ظرف یه مدت کوتاهی به بچه‌ها زبانه، یعنی در واقع به تمام اونهایی که غیر فارسی زبان هستن فارسی یاد بدم. این روش همین که گفتین Total Physical Respond، این روشی هستش که خودتون اینو تهیه کردین یا کلن یه روشی که به تازگی آمده؟ چون من هیچ اطلاعی ندارم. بله، این در واقع این روش اسم دیگرش شاید بشه گفت روش مادرانه هست، برای اینکه هیچ مادری به بچهش نه گرامر یاد میده نه افعال رو یاد میده. با بچه شروع میکنه به صحبت کردن، بچه بعد یه مدتی صدا در میاره، بعد یعنی همون آوا و هجا، بعد کلمات رو به صورت نامفهوم میگه. حالا بعد 6 سال یا 5 سال و نیم، بستگی داره که کجای جهان به مدرسه بره، شروع میکنه به در واقع نوشتن اون حروفایی رو که شنیده. این در واقع اون چیزیه که آموزگار محور نیست، کودک محوره. بچه از ما میخواد که چه چیزی رو دوست داره یاد بگیره، برخلاف همه آموزش‌های ما تا الان. درسته. که آموزگار چیزی رو تهیه میکرده و در اختیار دانش آموز قرار میداده، در واقع ما الان از بچه میخوایم که تو چه چیزی رو دوست داری که یاد بگیری و چه چون شنیده. بچه‌های اینجا زبان خانگیشون زبان فارسی هستش و خیلی خوب شنیدن و یا خیلی خوب میتونن حرف بزنن. درسته. بنابراین تنها دو تا اون روش و شیوه میمونه که نوشتار و خواندن هستش، که چون بلدن یک زبان دیگه، با ساختار یه زبان دیگه آشنا هستن، یادگیری زبان دوم به مراتب براشون خیلی راحت میشه. خب سوال بعدی من این میتونه باشه که کجا هست شما، کجا هستین، مؤسسه‌ای که کار میکنین و چطوری بینندگان ما میتونن با شما تماس بگیرن؟ من شماره تلفنم 778-870-6716 هستش. محل کارم هم تو خیابون 14 شرقی لانزدل هستش، که البته تو وبسایتی که دارم Learn Persian with Azar، در واقع وبسایت که چرس کنم صفحه فیسبوکش هم میتونن سر بزنن و در واقع جزئیات رو، خیلی البته تازه است چون دیروز درستش کردم، بعد اونجا برن و این در واقع اطلاعات رو کسب بکنن. سال که نو میشه، علاوه بر خونه تکونی هایی که انجام میدیم تو خونه هامون، برنامه های خیلی جدیدی برای خودمون میذاریم، از جمله اینکه ورزش بیشتری بکنیم، به سلامتیمون بیشتر برسیم و چی کار بکنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم. مهمون عزیز بعدی ما خانم الهام هاشمی هستند و ایشون استاد تایچی به زبان فارسی هستند در ونکوور که برای اولین بار اجرا میشه. من ضمن خوش آمدگویی به شما و تبریک سال نو ازتون خواهش میکنم که یه مقدار در مورد این برنامه توضیح بدین. قبل از اونم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و مهمان برنامه ما شدین. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و تبریک سال نو به هموطنام هر جای دنیا که هستن و به شما، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین. من الهام هاشمی نقاش هستم، ایران کار دکوراسیون میکردم، در کنار کار دکوراسیون سالها تمرینات تایچی رو انجام دادم تا موفق شدم دان دو رو اونجا بگیرم. موقعی که می آمدم برای مهاجرت، یادمه که استادم یه دست لباس تایچی بر من هدیه آورد و خیلی به شکل نمادینی به من گفتش که تو باید درس بدی تایچی رو.
و اصلا اون موقع فکر نمی کردم که این راه باز بشه به این شکل. و الان چند ماهه که تو ونکوور شروع کردم به معرفی تایچی توی مراکز مختلف و تو کامیونیتی های مختلف شروع شده الان کلاس ها، امیدوارم ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم برای کامیونیتی ایرانی یک فعالیت خوب، یک گام بلند برداریم. ممنونم ازت. خانم هاشمی، شما توی تبلیغتون گفتین که تایچی یه جور ورزش نرم و درونی هستش. چون معمولا اسمو که میشنون خیلی ها فکر میکنن یه نوع ورزش رزمیه، در صورتی که من میدونم یه سری حرکات آهسته است که شما انجام میدین. این اگر برای بینندگان ما توضیح بدین خیلی ازتون ممنون میشم. تا یه چی معنیش نهایت برتر هست و در واقع سیستمی هستش برای به گردش در آوردن انرژی چی در بدن. انرژی چی همون نیروی حیاتی هستش که ما باهاش به دنیا میایم، همون چیزی که چینی ها بهش میگن جینگ و ما بهش میگیم بنیه. بعضی از بچه ها با بنیه خوبی متولد میشن، در واقع جینگ بالاتری دارن، بعضی ها سسترن، انرژی کمتری دارن، جینگ پایین تری دارن. ورزش تایچی طراحی شده برای حرکت انرژی چی در بدن. در مورد نحوه اینکه مردم ثبت نام کنن، بپیوندن به کار شما، اینها یه مقدار توضیح بدید برای بینندگان. از طریق جی وی کانسلینگ که مشاورین روانشناسی ونکوور بزرگ هستن، تو سایتشون قرار برنامه های تایچی اطلاع داده بشه. از طریق خود شما خانم انصاری که در واقع این گام رو برداشتین برای معرفی تایچی و امیدوارم در مدرسه کینگ جورج و در بست اند سنتر که در کنار مدرسه هست ادامه پیدا کنه، تبلیغ شده اینا. تلفن 604-358-5806 با خود من میتونن تماس بگیرن و سایت خودم که قراره که همه برنامه های آینده تایچی اطلاع رسانی بشه. مهمان بعدی برنامه ما یکی دیگه از چهره‌های شناخته شده شهرمون هستن. البته بهتر بگم خودشون میزبان. خوش آمدید آقای حسین فرامرزی، وکیل بریتیش کولومبیا هستن. خیلی به برنامه ما خوش آمدید مجدداً. سال نوتون مبارک باشه از اینکه مهمان ما و آریا تی وی هستین. اولین سوالی که میخوام از شما بکنم اینه که از نوروز به ما بگین آقای فرامرزی، شما و ونکوور و نوروز. خیلی متشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، کلی هموطنان عزیزم و همینطور بینندگان تلویزیون آریا. خوشحال هستم که امروز خدمت شما هستم. جا داره که عید نوروز رو به همه عزیزان تبریک عرض بکنم. امیدوارم که سال پیش رو سالی پر از خوشی، سلامتی و شادی برای همه باشه. از خاطرات نوروز که من یکی از بهترین خاطراتی که داشتم وقتی که کوچیک بودیم میرفتیم و ایدی جمع میکردیم. جز بهترین خاطرات هستش برای نوروز. ایدی بیشتر پول میگرفتین یا کادو؟ پول. نه درسته. اسکناسای تا نخورده. درسته. خب میشه خواهش کنم برای بینندگان ما از خودتون، فعالیتتون و به هر حال کاری که انجام میدین برای ما توضیح بدین. عرضم به حضورتون که حسین فرامرزی هستم، همونطور که شما فرمودین وکیل رسمی دادگاه های ایالت بریتیش کولومبیا. قبل از اینکه وارد رشته وکالت بشم لیسانس مهندسی پزشکی رو در ایران گرفتم و بعد از اون در کشور کانادا وارد رشته فوق لیسانس نوروساینس یا مغز و اعصاب شدم و بعد وارد رشته حقوق شدم. از مدارجی هم که کسب کردم اولین وکیل فارسی زبان در کشور کانادا که عضو کلوب افتخاری وکلای میلیون دلاری شد، اولین وکیل کانادایی در کشور کانادا که عضو کلوب وکلای تراز اول شد و موفقیت در یکی از طولانی‌ترین پرونده های تاریخ بی سی بود که تقریبا بیش از 30 سال به طول انجام بود. واو، تبریک میگم بهتون. خیلی متشکرم.
به عنوان یک کسی که به عنوان خانواده ها بیننده برنامه با توجه به بحث مهاجرت، ضرورت شناخت بیشتر نسبت به مسائل حقوقی، ضرورت مشاوره، اینها رو میخواستم اشاره کنید که از زمانی آدم حرفه‌ای شنیدن خب خیلی لطفش بیشتره. عرضم به حضورتون که یکی از مهمترین نکاتی که من میتونم امروز حالا توصیه بکنم به دوستان عزیز هموطنان ایرانی هست این هستش که با حقوق و وظایف قانونی خودشون در کشور کانادا آشنا بشن. کشور کانادا کشوری هستش که اگر افراد قانون رو بدونن میتونن از منافع خودشون به نحو احسن محافظت بکنن. خیلی از مشکلاتی که هموطنان ایرانی در کشور کانادا دارن این هستش که با قوانین آشنا نیستن و به خاطر تفاوت خیلی زیادی که بین قوانین در کشور کانادا وجود داره و در کشور ایران وجود داره این هستش، این رو ایجاب میکنه برای مردم که خودشون رو هرچه سریعتر وقتی که مهاجرت میکنن به کشور کانادا با این قوانین آشنا میکنن. نوروز فصل همدلی، همیاری، کمک، تعاون و همکاریه. یکی از دیگه از کسانی که امروز می‌خواستیم در خدمتشون باشیم کسانی هستن که سمبل این همکاری و همیاری و نزدیکی توی کمیته ایرانی هستن و تصمیم دارن که به اون افسانه های این که ایرانی‌ها با هم همکاری نمیتونن بکنن و اینها پایان بدن. امیدوارم که تو این زمینه موفق باشن. گروه IPN Iranian Professional Network که هم توی ایریای تری سیتی فعال هست هم توی ایریای نورشور نمایندگانشون امروز اینجا هستن و در خدمتشون هستیم. بدون مقدمه میخواستم معرفی کنید خودتون رو، بیزنستون رو و راجع به IPN هم بشنویم ازتون. با سلام خدمت شما دوستای عزیز و همینطور همراهان گرامی ما توی این برنامه شما. من سعید کمونه مشاور مالی و اینوستمنت هستم. عرض کنم به خدمتتون که IPN یا Iranian Professional Networking که فارسیش میشه در واقع انجمن مشاغل ایرانی ها، ما دو سال پیش اینو در کوکویتلام نوامبر 2014 اینو در واقع ایجادش کردیم و جولای 2016 توی نورث ونکوور اینو ایجادش کردیم. هدف از در واقع به وجود آوردن IPN، چیزی که اولین بار در واقع این ایدیاش ما تو ذهن همه ماها این بودش که در واقع خواستیم که کار گروهی رو نشون بدیم به مردم. هممون میدونیم اینو علاوه بیزینسی هم ثابت شده، در واقع علم بیزینس ثابت کرده که وقتی جمع با هم دیگه باشن همیشه این انرژی بیشتر هست و خیلی موفق تر هست و ما خواستیم اینو همونطور که شما هم گفتیم به همه ثابت کنیم ایرانی ها میتونن در کنار هم، فرقی نداره چه ایران باشیم چه اینجا که خونه دوم همه ما هستش، میتونیم در کنار هم خیلی خوب با هم دیگه کار کنیم، به هم کمک کنیم. و یک کاری که IPN کرد و من خیلی خوشحالم از این، فکر میکنم هممون خیلی خوشحالیم، به بیزینس های کوچیک خیلی تونست کمک بکنه. یه چیزی من یادم رفت اولش در واقع خدمتتون بگم، این در واقع IPN رو با در واقع
کمک آقای اشواق و دوست عزیزم که اینجا نیستن متاسفانه ایران هستن، خانم مسیح بخشیان. در واقع ما سه نفر شروع به کار کردیم دیگه، بقیه دوستانم که همیشه ما در خدمتشون هستیم و بودیم. حالا فکر می‌کنم توضیحات بیشتر آقای اشواق بدم بهتر باشه. بفرمایید اشواق. با سلام به شما و تبریک عید نوروز فرا رسیدن سال 90 رو تبریک میگم خدمت شما بینندگان محترمتون. من کمال اشفاق هستم، مدیر مؤسسه چاپ توکن پرینتینگ در ونکوور، یکی از بنیانگذاران آی پی ان ونکوور هستم که همونطور که سرکار خانم کمونه فرمودن ما دو تا شعبه داریم که شعبه اولش توی کوکتلام هست. خانم فریبا جعفری نمینی مهمان عزیز بعدی ما هستند. ایشون سردبیر مجله شیدوش هستند. ضمن خوش آمدگویی به شما و تبریک عید نوروز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. من که واقعا جز طرفدارای سرسخت مجله شما هستم. خوش اومدین، عیدتون مبارک باشه. عید شما هم مبارک باشه. عید تمام دوستانم، هموطنان عزیزم مبارک. عیدتون پیروز، 100 سال به از این سالها. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. یکی از قشنگی‌های عید اینه که آدم با عزیزانش کنار هفت‌سین بشینه و این که دید و بازدید عید بره، دوستانش رو ببینه. خیلی ممنون از آریا تیوی، همچنین از شما که این امکان رو فراهم کردید که مهمون شما باشم و همچنین مهمون بینندگان آریا تیوی، هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستم. متشکرم از شما که دعوت ما رو قبول کردید. خب راجع به این مجله زیبا و خواندنی شیدوش بر ما توضیح بدین. چطوری شروع کردین؟ اسمش چطوری شد شیدوش؟ بر ما توضیح حتما. بدین. حتما. خیلی ممنون. شیدوش و من یک سال پر از ماجرا رو داشتیم. شیدوش داره یک ساله میشه. خب آخرین شما پیش تولدش مبارک. من همیشه میگم شیدوش برای من یه آرزو بوده. خیلی دوست داشتم که یه مجله داشته باشم، یه مجله‌ای که نماینده خانم‌های ایرانی باشه. به اعتقاد من خانم‌های ایرانی از بهترین خانم‌های دنیا. هم بسیار با سلیقه هستن، هم بسیار مهربونن، خانواده دوستن و هم بسیار فعالن و فداکاریشون فکر نمی کنم. من واقعا تو هیچ ملیتی ندیدم که خانوم ها اینقدر فداکار باشن، هم در محیط کار، هم در محیط خانواده و برای فرزندانشون. و همیشه فکر می کردم واقعا هیچ جایگاهی وجود نداره که خانوم های ایرانی رو اونجوری که هستن نشون بده. شیدوش یه کلمه باستانی ایرانی هست به معنای زیبا و مهربان مانند خورشید. من یه عشق زیادی دارم به تاریخ ایران و این شماره نوروزیمون، به خصوص شماره نوروزیمون یه کار خیلی بزرگ بوده. ما یه فتوشوت خیلی سنگین و بزرگ داشتیم برای اینکه خیلی دلم میخواست که حال و هوای عید رو مردم داشته باشن. عید رو، نوروز ما رو قبل از حتی هخامنشیان هم جشن میگرفتن به شیوه و شکل دیگه ای، ولی خب اوجش در واقع دوره هخامنشیان بوده. مهمان عزیز بعدی امروز ما خانم پرستو شیرازی هستن. مطمئنم که اسم ایشون رو شما خیلی شنیدید، چون سالهاست ایشون مترجم رسمی بریتیش کولومبیا هستن. اما امروز ما از ایشون دعوت کردیم بیان، چون اخیراً
در واقع حرفه‌شون رو تغییر دادن. اولا خیلی خوشحالیم که اومدین پیش ما، سال نو رو به شما تبریک میگیم و میخوام که با بیننده های ما یه مقدار در مورد هم بکگراندتون هم این کار جدیدی که انجام میدین توضیح بدین و ما رو بیشتر در جریان بذارید. چشم. من پرستو شیرازی هستم، توی دنیای ریال استیت با اسم پرس شیرازی استفاده میکنم، با پرس شیرازی اسمم هستش. قبلا کار ترجمه میکردم اینجا، مترجم دادگاه بودم، مترجم رسمی بودم، از سه تا لوکیشن داونتاون و نورث ون و برنبی سرویس ترجمه میدادم، مدارک با مهر مترجم رسمی. ولی همیشه و همیشه پشن من ریال استیت بوده. بک‌گراند خانواده‌ام، هم پدرم بیلدر بودن هم برادرم بیلدر و ریلتر هستش، و همیشه حتی موقعی هم که ایران بودم سر ساختمان‌های نیمه ساز می‌رفتم و می‌خواستم ببینم، کنجکاو بودم و حتی که یکی از این اقوام همیشه بهم میگفت آخر سر سر تو رو می‌برن تو این ساختمان‌ها، تو نمی‌دی کنجکاوی انجام میدی. خلاصه حدود چند سال پیش بود که دیگه به این مرحله رسیدم که پشنم برام مهمتر بود تا اینکه بیزی بودن کمپانی ساتیسفایم نمی کرد. دیگه لایسنسم رو گرفتم برای اینکه ریلتر بشم و حدود almost 3 ساله که من دارم با عنوان ریلتر توی ونکوور کار میکنم. خب شما با کدوم از این کمپانی هستین پرسو جان؟ من با کمپانی هستم به اسم رویال اپیس ساسکس توی وست ونکوور داندریف، 100% کانادین کمپانی. ریال استیت رو تو ونکوور به صورت خیلی مختصر و مفید، بله، ترندش و اینا رو چجور میبینید شما؟ من به عنوان اینوستمنت همیشه و همیشه به چشم خودم دیدم که ریال استیت خیلی موفق بوده. ممکنه مثل یه رولر کوستریه که یک ذره ممکنه دراپ داون بکنه، ولی همیشه کرو رو به بالا داره. و از اونجایی که ونکوور شهریه که بسیار زیبا هست، طبیعت زیبا داره، و به خاطر شرایطی که ما الان داریم نسبت به آمریکا که وضع سیاسی ما بسیار بسیار ثبات بیشتری داره نسبت به سیچویشنی که تو آمریکا وجود داره، و همچنین که unemployment rate ما توی کانادا خیلی پایین هست، اینکه افراد بتونن افورد کنن و یه مسکن بخرن شدنی هست. به تبع بعد از اینی که اگر بخوان کسایی با شما تماسی داشته باشن، شما وبسایتتون رو دارید یا چجوری میتونن که با شما در تماس باشن؟ من کلاینت های قبلی که برای ترجمه بودن من رو به اسم پرستو شیرازی میشناسن و اون کمپانی ترجمه اینقدر بیزی بود که من شرمنده همه کلاینت های نازنینم هستم، مجبور شدم اون تلفن رو قطع بکنم و تلفن جدید گرفتم. شماره جدیدم هم شبیه شماره تاکسی هستش، چهار شماره آخرش 1111 هست. پس همون شماره تاکسی رو یادتون باشه، فقط سه شماره اولش هست 613. پس هست 604-613-1111. وبسایت هم هست parisshirazi.com. در خدمت همه دوستان عزیز هستم. حتما. ما یه مهمانی داریم که در واقع ایشون استاد دانشگاه یو بی سی هستن و از یه سری مراسمی هستش که داره برگزار میشه به زودی در ونکوور، ما دعوتشون کردیم که بیان اینجا و با ما راجع به این مراسم صحبت بکنن. داستان خیلی جالبی هست در مورد اولین دانشجوهایی هستش که به اروپا سفر کردن. معرفیتون میکنم خدمت آقای سپاسیان پرگه. Am I right? Yes. Okay. Welcome and happy Nowruz to you. Thank you. I really appreciate if you explain a little bit about this Mr. Darcy's Persian and the book. Yeah, thank you very much for this opportunity for having me here. This is a public lecture that UBC is hosting on the 5th of April. It'll be delivered by Professor Niall Green of the University of California at Los Angeles. And he is telling a really intriguing story about the first Iranian students who came to Europe, to England, in the year 1815, so just about 200 years ago. And today, of course, international student exchanges are something we're very familiar with. Yes. But this was really the first time that Middle Eastern students came to Europe to learn about the modern sciences. So the wider context of this is really that, you know, Europe, England was industrializing. It was the time of the Industrial Revolution. The British Empire was kind of becoming this global power. And these six Iranian students, young men, were sent
to England to learn about these modern sciences and these modern technologies and then bring them back to Iran, which they eventually did. They were from Tabriz and they were sent by Abbas Mirza, who was the crown prince of Iran and the governor of Tabriz at the time. And of course, Tabriz was right at the front line of the tension with the Russian Empire. So there it was especially, the focus was on getting the new military technologies that was kind of fueling Europe's rise to global power. در تاریخ 5 اپریل یک در واقع سخنرانی در یو بی سی برگزار خواهد شد با تاپیک مستر دارسیز پرژن و این کتاب در مورد چهار تا دانش آموزی دانشجویی هستش که برای اولین بار از ایران و شهر تبریز سفر کردند و رفتن اروپا برای یه سری تجارب تازه. در واقع دلیل اینکه این دانشجوها رو فرستادن به اروپا آشنایی اینها با در واقع مسائل ارتشی یا تمام اون تغییراتی که پیش اومده بودش در اروپا، هدفشون در واقع از این سفر این بود، ولی در این سفر در کنار اون تجربیات خیلی زیادی رو کسب کردن. آقای نایل گرین که پروفسور UCLA هستن کتابای مختلفی رو توی در مورد تاریخ خاورمیانه نوشتن و در واقع سخنرانی اون روز پنجم اپریل ایشون هم که با تاپیک مستر دارسیز پرژین هستش برگزار خواهد شد. زلیخو دارم و دارم زلیخو چه پروا دارم امشب امشب یار دارم و مدارم و نوروز فصل تازه شدن همه چیز برای ما ایرانی ها یکی از سمبولای فرهنگی مونه. موسیقی هم یکی از مهمترین بخشای سمبولای فرهنگی ما هست. به همین دلیل مهمان بعدیمون که برای برنامه نوروزی دعوت کردیم به آریا تیوی، خانم فتیه هنری هستن که از خانواده هنرمندی هستن که احتیاج به معرفی ندارن برای جامعه فرهنگی این شهر و جامعه هنرمندان این شهر، اما از جایی که خب بعضی از دوستان ممکنه نشناسن، میخواستم از خودشون خواهش کنم که خودشون رو معرفی کنن، راجع به سوابقتون بگید، از چه مدت شروع کردید به کار و اصولا راجع به خودتون بیشتر توضیح بدید. معرفی که کردین، من فتیه هنری هستم. کارم خوندن رو از بچگی، از 5-6 سالگی شروع کردم. یادم اون موقعی که بچه بودیم و دیگه مثل حالا میکروفون همه جا نبود و این نبود، یادم من بغل میکردم میذاشتن رومیز تو مجلس هایی، مثلا عید نوروز اینا بغل میکردم میذاشتن رومیز که بخونم. بعد بیشتر شما تو چه زمینه، یعنی میدونم که موسیقی خب سنتی هستش، ولی جز به آوازاتون موسیقی های بومی هم هست، محلین؟ بله، من متولد و بزرگ شده بلوچستانم و خیلی موسیقی بلوچستان روی من از تأثیر میذاشت. سعی کردم که موسیقی بلوچی و خیلی دوست دارم، خودم خیلی دوست دارم، سعی کردم که موسیقی بلوچی رو اینجا احیا بکنم. سیدی دارید؟ میخواستم ببینم شما سیدی هم دارین که اگر یه وقتی دوستان ما از جمله خود من علاقه داشته باشیم بگیریم، چون من خیلی آوازهای بلوچی رو دوست دارم. بله، سیدی بلوچی دارم به اسم وشین که همش بلوچیه، آوازهای شاد بلوچستانه. یه سی دی دیگه دارم به اسم شادمانه که یه مقدارش بلوچیه سیستان و بلوچستان، درسته، و یه مقدارش هم نصف دیگهش
جنوب خراسان اینا چون یه جوری به هم دیگه رفت وصله درسته و یه سیدی دیگه دادیم بیرون با گروه وحشان که سنتیه و روی کارهای مولانا به اسم دولت عشق. کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر دی ویلا مست کلندر مست کلندر مست کلندر دی ویلا خانم هنری از این قطعاتی که شما اجرا کردین کدوماش یا کدومش اون چیزی هستش که شما واقعا دوستش دارید قلبن و هر وقت فرصتی بهتون دست بده دلتون میخواد انجارش کنید بیشتر از بقیه؟ من همه رو دوست دارم ولی مردم هر جا که میرم یه قطعه هست به اسم مست کلندر برای چیه که؟ بله هر جا میرم اینقدر دست میزنم یعنی هر چی دیگه بخونم مست کلندر انگار که امضای زیر برنامه است باید اون اجرا برند شما شده برند شما چون میدونم برای کسایی که هنرمند هستن و آواز میخونن مثل بچه هاشون میمونن تک تک هیچ کدوم از اون یکی بهتر نیستن ولی خب معمولا همیشه یه دونه قول شما سیگنیچر میشه بله این یکی نمیدونم چه تأثیری روی مردم میذاره که هر جمع اصلا مردم زورشون بیاره بینندگان عزیز به پایان ویژه برنامه نوروزی تلویزیون آریا رسیدیم از اینکه این ساعت رو با ما گذروندین از تک تک شما سپاسگزارم در پایان میخوام از چند نفر تشکر کنم از جمله خانم سمیرا مصریان برای این هفت‌سین قشنگی که برای ما چیدن خانم رویا فدایی که میکاپ آرتیست ما بودن از آقای رامین محسنی که تهیه کننده این برنامه هست بودن و هستن همچنین از تک تک مهمونایی که امروز وقت با ما گذروندن صاحبان بیزینس و اومدن و ساعتی رو در کنار ما بودن نهایت تشکر رو دارم از صمیم قلب براتون سال خیلی خوبی رو آرزو دارم امیدوارم که شاد باشید سلامت باشید و آرامش توی قلب تک تکتون باشه بهترین رو براتون آرزو دارم منم به نوبه خودم خیلی سپاسگزارم از همه هم‌میهنان که توجه کردن به این برنامه
اگر وقت کم ما اجازه نداد که همه فعالین اجتماعی، فرهنگی و یا بیزنسی این شهر رو در این برنامه جمع کنیم، به دلیلی که تعدادشون خب زیاد هست و برنامه محدود، از اینجا استفاده میکنم از این فرصت و از همهشون تشکر میکنم و قدردانی میکنم زحمات سال گذشتهشون رو و با یه شعر کوتاه تموم میکنم. از یار و از دیار اگر دور مانده‌ام، نوروز در دلم ایستاده است.